دوستان چطوری؟ امیدوارم که خوب باشین. من الان تگزاس هم، دالاس دیشب رسیدم. تقریبا هواپیما ساعت تقریبا 11 نشست تا من برم ماشین رو پیکاپ کنم، این ماشین رنتال رو بخوام پیکاپ کنم و بیام سمت ایربی‌ان‌بی. دیگه تقریبا شد 12:30 یک شب. بعد آره دیشب رسیدم دالاس، اومدم اینجا راستش برای اینکه ببینم چجوری، یه خورده تحقیق کنم یه چند روز و ببینم اگه جای خوبی دوست داشته باشم اوکی باشه از لس آنجلس موف کنم بیام تگزاس زندگی کنم. بعد حالا ببینم چطور میشه دیگه، این 4 روز میخوام برم قشنگ منطقه‌های مختلفو بگردم، جای مختلفو ببینم. یه سری آپارتمان بوک کردم که برم نگاه کنم، برم چند تا خونه ببینم، یه خورده قیمتا رو بگیرم. یه سری محله مختلف میخوام برم، جای مختلف میخوام برم دیگه. میخوام برم سعی کنم هرچی اطلاعات هست تو این 3-4 روز جمع کنم ببرم با خودم LA که بعدش اونجا بتونم دیگه قشنگ فکرامو بذارم رو هم، یه تصمیم درست بگیرم. میخوام برم یه منطقه هستش توی دالاس، اسمش هستش ادیسن، یکی از منطقه‌های خوب اینجاست. میخوام برم اونجا رو ببینم. ساعت 10:30 به وقت اینجا، الان تقریبا دارم این ویدیو رو میگیرم ساعت 8 صبح، 10:30 قرار دارم که یه دونه آپارتمان اونجا ببینم، اونم فیلم میگیرم براتون میذارم که شما هم ببینین. بعد اون منطقه رو میخوام بگردم، خیابونای مختلفش رو برم، خونه‌هاش رو ببینم، جای مختلفو ببینم و ببینم اون منطقه چجوری هستش دیگه. با من همراه باشین. بچه اینجایی که من الان اومدم منطقه ادیسن هستش، خیلی جای باحالیه، من خیلی خوشم اومد از اینجا. جاییه که شما راحت وقتی از خونه میای بیرون، جایی داره که مثلا خیلی راحت میتونی راه بری، قدم بزنی، 5 دقیقه پیاده روی کنی، مثلا میرسی به یه محلی که پر رستوران و کافه و اینجور چیزاش. این لازم نیستش مثلا سوار ماشین بشی برای اینکه بخوای تفریح کنی، بری مثلا یه قسمت دیگه شهر. بعد ساختمونه خیلی قشنگی هم داره. حالا من دوربینو میچرخونم که شما هم بتونین ببینین ساختمونه اطراف و کل محله رو بتونین نگاه کنین. بچه اگه یه خورده توی صدا مشکل باشه، صدای اطراف زیاده، به خاطر اینکه من فراموش کردم میکروفونمو بیارم با خودم، دیگه خودتون ببخشین دیگه. میبینین ساختموناش خیلی قشنگه، ترتمیز، محل تمیزیه. اون برای خیابونم بهتون نشون بدم، میبینین اون ساختمونا خیلی قشنگه. اینا همه آپارتمانه. شما همه اینجا رو مستقیم اگه برین، تقریبا فهم میکنم 2 دقیقه راه برین، 3 دقیقه راه برین، اون مرکز اصلی که کل رستوران ها و کافی شاپ ها اینا هستش اون سمته. حالا میرم اونجا رو هم نشونتون میدم. من 10 دقیقه دیگه اپوینتمنت هم برای اینکه برم یه دونه از این ساختمونا رو ببینم. حالا نمیدونم کدوم خونه رو میخوام بهم نشون بدن، ولی باید برم اینجا. میبینید لیزینگ آفیس زده، باید برم اینجا بریم ببینیم کدوم خونه رو بهم میخوان نشون بدن. بچه اینجا یک خوابه است، آشپزخونه‌ش هم با همه چی میاد دیگه، گاز و اخچال و ظرفشویی هم اینجا دارن، بعد یه پذیرایی روبه خیابونم هستش، ویوش، یعنی آفتاب خوبی تقریبا باید بیاد اینجا موقع ظهر. اینجا هم که یه دونه اتاق خوابشه، تخت بزرگ کینگ سایز هم میتونیم بذاریم. بعد اینجا هم که دستشویش هستش. اوکی، این برم که کلازتش هست، کلازت بزرگی داره، خوبه، خیلی ترتمیز و قدیمیه سبکش. فقط قیمتش هم 1650 دلار هستش. اوکی بزنیم ببینیم اینجا چیه. اوکی اینجا هم حالت انباریه. بعد با واشر درایر هم میاد دیگه. هیچ کدوم از اینا رو شما توی لس آنجلس نمیتونین با این قیمت 1600 دلار بگیرین. اصلا امکان نداره.
اینجا این که یه حالت میز کار کوچیکه. خب بچه خونه اول رو رفتیم دیدیم، تمام این اطلاعاتش هم بهم داد اینجا. بعد خوب بود، ترتمیز بود، داخلش قدیمی بود یه خورده، حالا نه خیلی قدیم ولی خیلی تمیز، خیلی خوب بود نسبت به قیمتش و محلش خیلی قشنگه. میبینین دیگه چند تا ساختمون دارن اینجوری، بعد اون ور خیابونم هستش که حالا هر کدومش که آماده باشه شما مثلا اونو بهتون اجاره میدن. بعد حالا میخوام برم یه خورده همینجا رو اطرافش رو بگردم، جایی که رستوران و اینجور چیزا هستش، که اطرافی یه خورده باهاش آشنا بشم، میذاره بیشتر اطلاعات بگیرم ببینم محلش چجوریه. وسایل رو بذارم توی ماشین رو با هم دیگه قدم بزنیم. این ماشینم رنتاله، بذارین دوربینو بچرخونم بهتون نشون بدم که چه ماشینی گرفتم. بچه این ماشینی که رنت کردم نیسانه، مدلش فکر می‌کنم 2010 باشه، سالش 2010. بچرخم قشنگ ببینین، این تقریبا بودش روزی 33 دلار. بعد یه وبسایتی هستش، وبسایت تورو، توی یکی از ویدیوها من بهتون گفتم که میتونید استفاده کنین ماشین رنت کنین. اینا ماشین شخصیه دیگه، هر کی ماشینشو میتونه مثلا توی اون وبسایت بذاره بعد اجاره بده. 33 دلار بودش در روز، با حالا یه سری فی و مالیات و بیمه و اینجور چیزا تقریبا در اومد 200 دلار برای 4 روز. اینجا هم پارکینگ همین ساختمونایی که الان رفتیم یه دونه آپارتمان دیدیم. کلا این سر تا سر این منطقه این آپارتمان ها مال همین کمپانی هستش. بعد این مجتمع دو تا هم استخر داره که بازن، همیشه میتونین برین استفاده کنین. بعد یه کامن ایریا داره، یه جای اتاقای بزرگی داره که میز بیلیارد و نمیدونم میز و مبل و صندلی و اینجور چیزا هستش که شما اگه خواستین مثلا میتونین برین اونجا بشینین کار کنین. اگه خونه کار میکنین میتونین برین توی اون قسمت ساختمون بشینین قشنگ. کافی نام هستش، میتونین مثلا این کافی بگیرین و اونجا بشینین کار کنین. بعد این خانومی که داشت خونه رو به ما آپارتمان رو من نشون میداد گفتش که حالا یه سری فیا اضافه تر روی اجاره هم هستش، اجارهش مثلا هست 1650. پول آب هر چقدر که استفاده کنین روی اجاره اضافه میشه. گفت معمولا میشه حدودا 20 دلار، 25 دلار، 30 دلار در ماه. بعد هزینه برق و خب هر چقدر که استفاده کنین خودتون به اون کمپانی که ازش برق رو میگیرین پرداخت میکنین، که اونم گفتش حالا بستگی داره چقدر هوا گرم و یا سرد باشه، بخواین زیاد حالا هیتر استفاده کنین یا مثلا کولر استفاده کنین، از 70 دلار تا 120 دلار اوریجش در ماه میتونه مثلا باشه. بعد یه سری فیای دیگه هم هستش که تقریبا 50 دلار در ماه هستش. یکیش جمع کردن آشغال بود، گفت آشغال شما میتونین بذارین کنار در هر روز و خودشون میان برمیدارن تمیز میکنن میبرن. دیگه چی؟ یکی دو تا چیز دیگه هم گفت. او برای سمپاشی برای حشرات، اینم جزو همون 50 دلاره. و تمیز کردن کل ساختمون برای این سه تا کار یه 50 دلار هم اضافه تر روی اجاره میادش. بعد همین دیگه کل اطلاعاتی بود که بهم داد. اینم کل منطقه اریسن، البته تو این قسمتی که این آپارتمان هستش، ولی اریسن خیلی منطقه بزرگیه. ببینید من تقریبا یه دقیقه راه اومدم دیگه اینجا فروشگاه شروع شد دیگه، حالا مغازه های مختلف اینجا که سالن آرایشگریه و حالا نمیدونم اینجا خالیه ولی حالا هر چی که میخوام بذارن. این رستورانه دیگه، از اینجا شروع میشه دیگه. تقریبا من یکی دو دقیقه پیاده اومدم. این چه خوشگل این خیابون. ولی اینم بگم انصافا من دیشب که رسیدم اینجا
همون اول که از میبینی مغازه رو اونجا، اینا رستورانه، همون اول که از فرودگاه اومدم بیرون این تغییر آب و هوا اصلا خورد تو ذوقم. یعنی واقعیتش رو بخوام بگم خیلی رطوبت داشت، هوا خیلی مرطوبه اینجا. بعد همون اول گفتم اه عجب هواییه. یعنی واقعا هوا رو نمیشه با کالیفرنیا مقایسه کرد. واقعا کالیفرنیا هر چقدر گرونه پول آب و هواشو مردم دارن میدن، واقعا چیز خاصی نداره. این پول آب و هوا است. خیلی مرطوب بود دیشب، امروز صبح هم خیلی مرطوب بود، ولی تقریبا از یه نیم ساعت پیش هوا اینجا خوب شد، رطوبتش خیلی کمتر شد. ولی من احساس میکنم هوا خیلی بهتره، یعنی اون تو ذوق خوری دیشب رو ندارم، خیلی متفاوت شد هوا. و حالا این خیلی خوبه که همیشه مثل امروز صبح یا دیشب هوا اونقدر مرطوب نیستش. خب حالا رفقا این بود از اولین خونه‌ای که اومدم دیدم. تقریبا یک ساعت دیگه یه خورده پایین‌تر از اینجا یه دونه شاپینگ سنتر از یه مال بزرگ هستش، گالریا بهش میگن. بعد خب برم اونجا، اونجا هم یه همچین مجموعه هستش کنار اون مال. میخوام برم اونجا هم یه دونه آپارتمان ببینم، بعد برم ببینم اون منطقه چجوری هستش. حالا اونجا رم فیلم میگیرم. اینجا که قشنگ بود، اینجا خیلی خوب بود، من خیلی خوش آمد. بعد حالا بریم اونجا رم ببینیم اونجا چجوریه. خب بچه ها اومدم الان خونه دومو ببینم. اینجا هم بازم توی همون منطقه ادیسنه، یه خورده پایین تر، فقط نزدیکتر به داونتاون دالاس. بعد اینجا هم پر ساختمان های مختلفه، یعنی پر کامیونیتی های مختلف، ساختمان های مختلف، حالا هر کدوم هم اونرهای جداگونه داره. و اینجا هم قشنگه، ساختمان های خیلی قشنگ داره. حالا اطرافو باز بهتون نشون میدم. الان دارم میرم سمت لیزینگ آفیس که برم داخل آپارتمان رو ببینم. حالا بازم نمیرم کدوم آپارتمان رو بهم نشون میدن، ولی حالا بریم ببینیم که چی نشونه اون میدن دیگه. به هر حال میبینی خیلی قشنگ پشت سرم نگاه کنیم. حالا اتفاق قشنگ بهتون نشون میدم. برم اول خونه رو ببینم، بعد میام بیرون میام منطقه رو نگاه میکنم. بعد اون روبرومم اون همون شاپینگ سنتر بزرگ اریسن هستش، بهش میگن گالریا. خیلی راحت شما میتونین پیاده بیاین برین داخل این شاپینگ سنتر. اینجا هم خیلی چیزا اطرافش هستش که نزدیک، شما میتونین راحت پیاده روی کنین. حالا اول بریم خونه رو ببینیم، بعد میریم اطراف و خیابونا رو نشونتون میدم. بچه این خونه دومه که اومدم ببینم، خیلی قشنگ و شیک، یعنی ساختمان لاکچری. در که میای تو همینجا دستشوی حمومشه، خیلی بزرگ و خیلی شیکه. بعد این سمت هم اتاق خوابشه، تقریبا سایز خوبیه، میشه یه دونه تخت کینگ جا داد. بعد کلاسدش هم همین روبروه، بزرگ و جادار. بعد از اینجا هم که کیچنش، آشپزخونه شروع میشه، یخچال و گاز و ماشین ظرفشویی و مایکروویو. کابینتاش خیلی تمیز و قشنگه. اینجا هم که واشر درایرش هستش، ماشین لباسشویی هم، اینا همه روی خونه میاد. قیمت این $1,610. این خونه توی لس آنجلس تقریبا 3,500-4,000 دلار، توی غرب لس آنجلس توی خیابون ساتل است. اینم که استخرشه که میتونین بیاین استفاده کنین از 10 صبح تا 10 شب. خیلی خوشگله این ساختمون، یه قشنگ میتونین لذتشو ببرین. یه خوابه مثل این توی لس آنجلس، گود لاک که بتونین $1,600 پیدا کنین. حالا یه سری اطلاعات دیگه هم بهم داد که اونا رو حالا بهتون میگم بعد از اینکه تورمون تموم شد توی این ساختمون. خب بچه خونه دومم دیدیم، اینجا خیلی قشنگ بود، خیلی قشنگ، خیلی شیک، آپارتمان خیلی خوشگل. دیگه دیدید خودتون دیگه، با تمام امکانات استخر رو. حالا بعد از استخر من و این خانومی که داشت تور بهم میداد
برد قسمت‌های دیگه ساختمون هم نشون داد. یه جیم خیلی کامل با تمام امکانات دارن، سونای خوک، سونای بخار دارن که اینا همه داخل اجاره ماهیانه‌ای که میدین هستش، میتونی راحت مجانی استفاده کنی. اتاق ماساژ دارن که شما اگه مثلا بگین ماساژور بخواد بیاد خونه ماساژتون بده، میتونین اتاق مثلا $20 بدین برای یک ساعت رزرو کنین و برین مثلا اونجا استفاده کنین که ماساژ مثلا خونه نیاد. خیلی امکانات مختلفی داشتش اونجا. بعد اینا همه داخل اجاره هستش همونجوری که گفتم. بعد اتاق کار داره که میتونین مثلا اگه از خونه کار میکنین بیاین پایین لپتاپتون رو بیارین بشین اونجا کار کنین. بعدش یه سری فیای اضافه روی اجاره هستش، گفتش که $120 در ماه برای جمع‌آوری آشغال، یعنی آشغال شما میذارین دم در بیرون آپارتمانتون، میان جمع میکنن میبرن خودشون هر روز. بعد برای سمپاشی ساختمون اینا توی همون $120 ماهیانه که میرید. اینترنت ساختمون شما وقتی وارد خونه که میشین، آپارتمانتون میشین، اینترنت اونجا هستش، یعنی شما لازم نیست خودتون برین از یه کمپانی اینترنت بگیرین، اینترنت هستش داخل خونتون توی همون $120 حساب شده. و دیگه چی؟ مینتیننس ساختمون دیگه، تمیزی ساختمون، تمیز کردن استخر و قسمت‌های مختلف، اینا توی همون $120. یعنی خونه هستش $1,600، $120 هم شما برای این امکانات اضافه در ماه پرداخت میکنین. و دیپازیتش هم برای اینکه شما بخواین خونه رو بگیرین گفتش $500 هستش، که این $500 اول میدین، وقتی که از این خونه بلند شدین اگر خونه تمیز باشه و مشکلی نباشه $500 بهتون برمیگردن. حالا من میخوام برم اطراف اینجا رو ببینم، خیلی قشنگی میبینین پشتم و دوربینو میچرخونم که شما هم خیابونا رو ببینین. این اطراف پر ساختمونه، مثل این پر از این ساختمونه هستش تو این قسمت و همه هم تقریبا جدیدن، مثل همین لاکچری و خیلی ترتمیزن. حالا بریم اطراف قدم بزنیم ببینیم که چه چیزایی اینجا میبینیم. دوربینو میچرخونم که شما هم بتونید اطراف رو ببینید. بچه این ساختمونیه که الان رفتیم دیدیم، این نمای بیرونشه، اونم اونجا هم اتوبانه که از کنارش رد میشه، شما خیلی راحت میتونی وارد اتوبان بشی، حالا هر چه خواستی بری دسترسی راحت داری به قسمت مختلف شهر. بعد این خونه ای که دیدیم، یه دونه هم پارکینگ داره برای ماشین که اونم داخل اجاره هستش، یعنی پول اضافه شما نباید بدی. اینجا هم که پارکینگشه، هر طبقه اینجوری میره بالا میچرخه، هر طبقه یه دونه به اصطلاح پارکینگ لات بزرگ هستش، یعنی 6 طبقه ساختمون 6 تا طبقه پارکینگ هم داره. شما تو هر طبقه ای که زندگی میکنی میتونی ماشین تو اونجا راحت پارک کنی. بچه این راسته تا اون ته همینجوری ساختمون های خیلی شیک و جدید درست کردن. این ساختمونی بود که ما الان دیدیم، این هم یه ساختمون دیگه است. خوبی این منطقه هم اینه که شما خیلی راحت میتونی بیای بیرون از ساختمون بعد قدم بزنی، یعنی تمام اطراف اینجاها رو راحت میتونی پیاده روی کنی. اینجا هم که گفتم مال دیگه، مال گالریاه که خیلی راحت پیاده شما میتونی بری مال تفریح کنی، خریدتو بکنی و برگردی. اینجا یه پارکیه توی همون منطقه ادیسن، یه حدودا 10 دقیقه با اون مالی که نشونتون دادم فاصله داره. بعد حالا پشت سرمو ببینید، بعد اطراف پارک قشنگ اون قسمت کاملا و این قسمت پر ساختمان های تازه، یعنی جد نوساز و لاکچری هستش.